الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أوقد ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى رب بكفر غب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. جاری ہے کہ جلال اللہ شاہ دوست دے سہا انجام ملن خدا اللہ عزیز جزیل بارش اللہ سبحانہ و تعالی شاہ نعم البدل در دنیا ہم در اخرت مومنوں بازار ہا نیکی در اخرت بارش اللہ سبحانہ و تعالی ما موسی علی جمیع خاص خیر خیر جزاک اللہ خاری صاحب جزاک اللہ مولوی صاحب و بخصوص ثواب از خانم ماری صالحی و وایس عزیزی اگر اونا نمی بودی کار نمی شد. یک دو شکلان آخرت خالی چاکلیت دو الوار نگاه کن که مقامات بیاد چون اونا بگی زیاد علاقه هم دارد. ایمان هم ماشین است که کپریسری می گوید با ماشین چای کوبایی بسیار فرق دارد. تاسفانه در مناطقی خاک است چون با این حفر نمی شود کار نمی کند. اگر نه این بسیار خوب است در یک روز معمول حفر می کند یک سر پیجا می کند دروش کردن. این هم ساحه است ساحه اکادمی و تومفانی کابول که بعضی درختایش خشک شده بعضی درختایش در حال خشک شدن است. مناطق آمیس هم می گوید که درخت های بادام بود کاملا سرسبز بود فعلا کاملا خشک است. یکی مشکلی آب است یکی مشکلی جنگ ها هم متاسفانه اینا چی کردن. تمام این چهار دیواری رو که میبینیم مربوط به ساحه اکادمی اتومکانیکی کابل است. اینها هم مربوط به ساحه اتومکانیکی کابل است. درخت ها بعض خشک شده بعض در حال خشک شدن است. تمام این مناطق سرسبز بود درخت ها داد درخت هایی که میوه میدار. بعد هم به خاطر جنگ ها و هم بعد در طی 20 سال بخصوص 2 سال اخیر 3 سال اخیر به دلیل کمابی متاسفانه اینها به این حالت در آمده. دو تا چاه وجود داره که 70 متری است آب بسیار کم داره فقط برای این بلاک های رایشی که استادان محترم زندگی میکنند آن هم فایت نمی کنند چون 70 متر بسیار کم است. این چاره که در نظر گرفته 150 متر حفر می شود. اولین بار است که چاه 150 متر شما آمدن آن تمویل میکنید. مناطقی دیگه است که مربوط به اکادمی اتومکانیکی کابل است متاسفانه هم اینجا خشک شده. ساحه سرسبزی کاملا از بین رفته متاسفانه. اینجا میگه کاملا سرسبز بود چمن بود درخت های میوه داشت. بعضی درخت ها به خاطر که حال فعلا خزان هم است بعضی درخت ها برگایش ریخته به خاطر که خزان است اما بعضی درخت ها کاملا خشک شده. اگر خواست کدا بود 150 متر چاه حفر شود دوباره شروع کنند بابیاری این منطقه دوباره انشاءالله به همکاری خانم ماری صالحی و آقای ویس عزیزی دوباره در سبز می شود. ثواب بزرگ است و همچنین فایده بسیار زیاد برای اکادمی اتومکانیکی کابل برای استادایش دارد برای محسنینش دارد و همچنین برای محیط زیست اکادمی محیط زیست کابل محیط زیست افغانستان محیط زیست دنیا چون یک نقطه ای از دنیا که دچار محیط زیست باشد تمام نقاط دیگر را متاثر می سازد. دروازه اساسی اکادمی در آنجاست و یک تعمیری اصلیش است. راه دیگریش است که پارکی بوده بعضی درخت ها خشک شده بعضی به دلیل خزان برگایش ریخته درخت های ناجو که بسیار مقاوم است در مقابل کمابی. به عنوان مثال این درخت ناجوز خشک شده به دلیل کمابی دیگرش هم خشک شده درخت ها که در پایین است بعضیشان خشک شده
این هم درخت ماجوس که خوش شده در حالی که مقاوم است در مقابل خشکسالی. این هم تعمیر اساسی اکادمی است. وقتی چاه فرشوه این درخت ها این مناطق دوباره انشاءالله سرسبز می شود، آب داده می شود که در بهار کاملا دوباره زندگی خود را شروع کنم. ثواب بسیار بزرگ است. یک محصل، یک دانشجو که یک گلاس آب بگیرد، یک استاد که یک گلاس آب بگیرد، مسجد شریف هم است، از اکادمی که مردم وضو بگیرند، نماز کنند، به نظر من ثوابش از میلیون ها دلار هم بالاتر است. هیچ با پول قابل مقایسه نیست.